چیز دیگه به برگزاری مراسم سامسونگ نمونده. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ توی تاریخ 26 جولای همون چهارم مرداد ماه مراسم گلکسی آنپکت سامسونگ برگزار میشه و انتظار میره گلکسی زد فولد 5 معرفی بشه توی اون مراسم. بریم هر چیزی که از این دستگاه میدونیم و داخل این ویدیو بهتون بگم. اولین نکته‌ای که میخوام بهتون بگم تاریخ رونمایی مرسمه که همون 4 مرداد میشه و 26 جولای 2023 میشه. توی همون روز که از زمانی که مراسم برگزار میشه به بعدش میتونید پری اوردر بدین یا پیش سفارش بدین این محصول رو. یه لینکی هم که الان سامسونگ درستش کرده میتونید برین یه سری اطلاعات وارد کنین و 50 دلار تخفیف بگیرین. یه سری اطلاعات میخواد برای بچه‌هایی که خارج از کشورن، یه سری اطلاعات از شما میخواد و تکمیلش میکنین و چیز خاصی نمیخواد. بعد از اینکه پیش سفارش دادین احتمالاً توی شهریور وارد بازار بشه. تاریخ دقیق اینش مشخص نشده که میشه همون آگست. بریم سراغ بخش اول. همیشه از طراحی شروع میکنیم. تنها اطلاعاتی که از بخش طراحی میتونم به شما بگم اینه که انتظار میره اون قسمت لولای گلکسی زد فولد 5 یکم گوشی نازکتر بشه و اون قسمت لولا که یه فاصله ای داشت پر بشه و حالت لولاش یکم تغییر کنه. اگه یادتون باشه یکی از ایراداتی که به گلکسی زد فولد 4 وارد میشد این بود که وقتی که تو حالت بسته شدن قرار داشت یه فاصله ای بین اون قسمت لولاهاش توی قسمت دوتا صفحه نمایشگرش بود که همین یه ایرادی وارد میشد و خیلی از بلاگرها به این ایراد میگرفتن. یه ایراد دیگه هم که همیشه وارد بود به گلکسی زد فولد سامسونگ توی نسل اولش خیلی زیاد بود، همون خط بین دوتا نمایشگر بود. توی نسل قبلیش یکم کمتر شد، انتظار میره باز این قسمت بهبود داشته باشه. و یه ایراد دیگه هم که الان یادم اومد اینه که محافظ صفحه نمایشگرش یکم مقاومتش کم بود و مقاومت خوبی نداشت که انتظار میره همه اینا بهبود داشته باشه توی نسل جدیدش. تو بخش نمایشگر انتظار چه چیزی رو داشته باشیم؟ یه نمایشگر 7.6 اینچی در حالت باز شده و یه نمایشگر 6.2 اینچی تو حالت بسته شده رو انتظار داریم. یه چیز دیگه هم که توی صفحه نمایش شایعات دارن میگن اینکه به نظر میرسه یه صفحه نمایشگر شفافتر با روشنایی بیشتری داشته باشیم و همچنین انتظار میره که نرخ نوسازی نمایشگر 120 هرسی باشه. اما تو گوشی‌ها برای خودم به شخصه مهمترین بخش پردازنده است. شما تو قسمت کامنت ها بگین که کدوم بخش بیشتر برای شما اهمیت داره. بریم سراغ چیپستش. چند وقت پیش یه عکس تست از گیگ بنچ 6 منتشر شد که داخل اون آمار ارقام گلکسی زد فولد 5 رو نشون میداد. این گوشی توی بخش تک هسته‌ای به عدد 1845 رسیده بود و توی قسمت چند هسته‌ای به عدد 5083. حالا این عدد و رقم‌ها چه چیزی به ما میگن؟ این عدد و رقم‌ها به ما میگن که نسبت به گلکسی زد فولد 4 25% این گوشی سریع‌تره با چیپست اسنپ دراگون 8 نسل 2 و با 12 گیگابایت رم عرضه میشه. همچنین انتظار میره قلم اسپن رو داشته باشیم اما باید جدا تهیه‌اش کنیم و داخل خود دستگاه نیست. حالا برسیم سراغ بخش دوربین. توی پشت گوشی ما انتظار 3 تا لنز رو داره. 12 مگاپیکسلی اولترا واید یا فوق عریض، 50 مگاپیکسلی واید و 10 مگاپیکسلی تلفوتو. در مورد دوربینش فقط یه عکس بیرون اومده و چیز خاصی نمی‌بینیم. اما در آخرم یه سری نکات کلی بهتون بگم. از اونجایی که رویه سامسونگ مثل اپل شده و حالت یک پارچه داشته باشه انتظار داریم یه سری ویژگی‌های نرم افزاری خیلی کوچیک و باحال و جدیدتر رو داخل این گوشی‌ها ما ببینیم و از لحاظ متریال، کیفیت و یا از لحاظ ویژگی‌های سخت افزاری آنچنان تفاوت زیادی نسبت به نسل قبلی خودش نمی‌بینیم. این از کل نکاتی بود که در مورد گلکسی زد فولد 5 اومده بود بیرون. شایعه دیگه‌ای وجود نداشت که اینجا براتون داخل ویدیو بگم. شما هم اگه نظری دارین و چیزی پیش‌بینی می‌کنین توی قسمت کامنت‌ها با بقیه به اشتراک بذارید.